ازانهای ناگزیر و تناقض بافی و دست و پا زدن رئیس جمهور خامنه ای در گردابهای بحرانهای بیعلاج و شبهای تاریک شکست برای خلیفه درمانده. پزشکیان در مصاحبه با تلویزیون رژیم: با چالش‌های بزرگی مواجه هستیم. دشمنان دلشان می‌خواهد ما شکست بخوریم. الان 5 سال پشت سر هم، ما تورم 40% داریم. فاجعه است. ما با ناترازی‌های بسیار بدی مواجهیم. ناترازی گاز، برق، انرژی، آب، پول، محیط زیست، همه آنها در حدی هستند که ممکن است به بحران تبدیل شود. همین چیزی که اتفاق افتاد. مشکل ناترازی ها را حل نکنیم، روزی به جایی می رسیم که دیگر هیچ کاری نمی شود کرد. الان پول بازنشسته ها، پول گندمکار، حقوق پرسنل من را نمی توانیم بدهیم. تلویزیون رژیم: مجلس تأکید می کند به واردات بنزین در 1404 هیچ ارزی اختصاص نخواهد داد. پزشکیان: گران می شود. وقتی ارز اختصاص نداده، باید از یک جایی جبران بشود دیگر. پزشکیان: یک عمر وعده هایی دادیم ولی بعد هیچ وقت اجرایی نشده. اصلا پول نیست. سال دیگر درآمد ما، تازه اگر اتفاقی نیفتد، ترامپ آمده اگر کاری نکند 12 میلیارد است. هواپیمای ما را تحریم کردند، کشتی‌های ما را تحریم کردند، ولی ما به دنبال این هستیم که ثابت کنیم به دنبال جنگ و ناآرامی نیستیم. مالکشی پوچ در آمدن همه وعده‌های انتخاباتی با اقدامات نمایشی همراه با سرپوش گذاشتن روی علت اصلی تبهکاری و مجیزگویی از خامنه‌ای. پزشکیان: یواش یواش دارند فرمانداران را هم از خواهران ما که توانمندند انتخاب می‌کنند و همه اینها به نظر من بدون مساعدت و پشتیبانی و کمک مقام معظم رهبری امکان پذیر نبود. عوام فریبی و نصایح مضحک به ارباب قدرت در نظام ولایت به عنوان مجری قانون ننگین و زنستیزانه حجاب اجباری. پزشکیان: منی که قرار است طرح حجاب و عفاف را اجرا کنم، برایم خیلی سوال ها و ابهام ها وجود دارد که به این سادگی امکان ندارد. آیا این را جامعه خواهد پذیرفت؟ آیا این روش امکان پذیر است؟ آنهایی که اصلا ربطی به این موضوع ندارند را هم ناراضی می کنیم. بیشتر از 100 روز گذشته. به هر حال 100 روز رو پشت سر گذاشتیم. اگر نکته‌ای، مطلبی، گزارشی برای ارائه برای بینندگان عزیز و هموطنانمون دارید، صحبت شما در ابتدا بشنویم. تو این مدت 100 روز حوادث خیلی مختلفی رو ما باش مواجه بودیم و روز اول تحلیف، شبش که اون اتفاق ناگوار رخ داد و اسماعیل هنیه رو اسرائیل اومد در خاک ما شهید کرد و از اون به بعد ما با مشکلات مختلفی در رابطه با بحث‌های درگیری‌های منطقه و جنگی که در منطقه بود به هر حال درگیر شدیم. این یه مقدار روند و اون آرامشی که باید در ادامه کار می‌داشتیم رو به هم زد. یکی از بحث‌های مهمی هم که حالا مهم به من خدمت شما عرض کنم، وفاق ملی است. برای اولین بار بود که استاندار سنی و کرد رو برای استانداری مشخص کردیم. در کشور تا حالا این شکل اتفاق، استاندار کرد گذاشته بودیم ولی شیعه بودن. برای اولین بار استاندار سنی کرد رو در کردستان به ما معرفی کردیم. برای اولین بار عرب رو در احوا در خوزستان به ما استاندار معرفی کردیم. قشقایی رو در استان محل خودشون، بلوچ رو در سیستان و بلوچستان معرفی کردیم.
برای اولین بار تعداد خانمایی که تو دولتن بیشتر از بقیه مواقع و در وزارتخونه ها معاونت ها و سازمان ها حضور اونا الان خیلی بیشتر از قبل از این اتفاق بوده. حتی یواش یواش دارن فرماندارا رو هم از خواهران ما که توانمندن و میتونن کمک بکنن دارن انتخاب میکنن و همه اینا به نظر من بدون مساعدت و پشتیبانی و کمک مقام معظم رهبری امکان پذیر نبود، چون طبیعتاً اگر ایشون پشتیبانی نمی‌کردن تو این روند به اصطلاح ارزیابی‌ها خود به خود رد می‌شدن. و این نگاه مقام معظم رهبری در ایجاد وفاق و همدلی آغاز این فعالیت‌هایی بود که انجام دادیم. خیلی واضح بگید، مجلس میگه در بودجه نیامده و اجازه هم نخواهد داد در 1404 بنزین گران بشه. باز هم مجلس تأکید میکنه که به واردات بنزین هم در 1404 هیچ ارزی اختصاص نخواهد داد. یعنی گران میشه. خب بنزین گران میشه. خب وقتی ارز اختصاص نده باید از یه جای جبران بشه دیگه. یعنی اولا خوشحالم از این که صریح سوال میکنی، منم صریح جواب شما رو میدم و همونجوری که گفتم صادقانه با مردم عزیزمون صحبت میخواهم کرد. واقعیت اینه که ما ناترازی های بسیار صلاح بدی باش مواجهیم. ناترازی گاز داریم، ناترازی برق داریم، ناترازی انرژی داریم، آب داریم، ناترازی پول داریم، ناترازی محیط زیست داریم. همش ناترازی هم و همش هم در حدی هم که ممکنه به بحران تبدیل بشه. همین چیزی که اتفاق افتاد و ما مجبور شدیم دو ساعت بگیم برق ندید، خب تو تابستون ما که نبودیم، برق کارخونه ها را قطع کرده بودن، تولید قرار بود امسال افزایش پیدا کنه، نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه این مقدارم با مشکل مواجه شد. واقعیت اینه که نیروگاه‌های ما کفاف نیازهای ما رو نمیدن. وقتی ما تحویل گرفتیم دولت رو، ذخایر نفت، گاز و گازوئیل و سوخت ما در نیروگاه ها سال قبل در این رابطه 1 میلیارد بود، 3 میلیارد بود، 3 و خورده ای. امسال 1 میلیارد و خورده ای. این اگه به 700 میلیون متر مکعب برسه ما دیگه نمیتونیم سوخت به نیروگاه ها بدیم. ما نمیتونیم، من نمیتونم کاری بکنم یه نوع مدیریت کنم که در زمستان گاز خونه ها رو قطع کنم. اگر الان مراقبت نکنم زمستان باید گاز قطع بشه. خب گاز قطع شد تو اون سرما چیکار میشه کرد؟ هیچ کار نمیشه کرد. ما نهایتاً باید مشکل ناترازی ها رو باید حل کنیم، چون حل نکنیم یه روزی امید دیگه به جایی میرسیم که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. بنزین رو گرون میکنیم؟ ناترازی انرژی یک مجموعه است. نوعی که ما باید باش برخورد بکنیم بحثی است که باید بدینیم داش. ما الان پول بازنشسته ها رو نمیتونیم بدیم، پول گندمکار رو نمیتونیم بدیم، پول حقوق پرسنلمون نمیتونیم بدیم. 4 میلیارد میدیم به بنزین با قیمت گران وارد میکنیم، به قیمت 1500 تومان یا 3000 تومان میفروشیم. باید این کارو بکنیم. هیچ کارشناسی تو ایران و یا تو دنیا این روند رو قبول نداره. چطوری میتونیم بنزین رو گران بکنیم و انتظار داشته باشیم تورم ایجاد نکنه؟ نه، تورم اصلا الان کل اعتبار و یا ارزی که ما مثلا فرض کنید به دانشگاه ها میدیم چقدر باشه خوبه؟ چقدره؟ 2 میلیارد دلار، شاید 1.5 میلیارد دلار. دانشگاهی که آینده مملکت ما، جوانان ما و فردای ما رو میسازه، هوش مصنوعی که الان تو کشور تو امارات دارن روش کار میکنن، فقط برای هوش 6 میلیارد دلار پول گذاشتن. ما برای کل دانشگاه ها 2 میلیارد دلار بود. دیروز هم تو مجلس جلسه غیرعلنی بود، ما عدد رقم ها و واقعیت ها رو مطرح کردیم. با عدد رقم که نمیشه دعوا کرد، این واقعیت، این عدده. با این عدد شما بگید چیکار باید کرد. الان 5 سال پشت سر هم ما تورم 40% داریم، فاجعه است. قدرت خرید ما از سال 90 تا حالا، سال 90 سرانه ما 70 و خورده ای میلیون تومان بود برای سال، الان 50 و خورده ای میلیون تومانه. یعنی قدرت خرید 20 میلیون اومده پایین و اگر همین راه رو بریم روز به روز بدتر خواهد شد. باید درمان بشه. درمانو چه کسی میتونه در این رابطه بر ما کمک کنه؟ ما مثلا گندم رو پولی نبود بخریم، مجبور شدیم از مقام معظم رهبری اجازه بگیریم از صندوق خلاف قانون برداریم تا پول گندم کارو بدیم. تازه تو قانون 160 هزار میلیارد پول دیده بودن،
ما 220 هزار میلیارد نیاز داشتیم، علاوه بر این که باید رفتیم قانون هم باید اصلاح میکردیم تا گندمکارا گندمو میخریدیم. یعنی واقعیت با آنچه که به اصطلاح ما تو عدد رقم مینویسیم همخوانی نداشت. خب پرستارای ما برای یه شب یه ساعت کار کردن 25 هزار تومان بهشون پول میدادن تو قانون. آخه کی برای 25 هزار تومان شب میاد کار بکنه، روز میاد 25 هزار تومان؟ حقم داشتن اعتراض میکردن. حالا با کلی بحث و روند مسکنی زدیم، مثلا گفتیم 80 هزار تومان از یه جایی جمع کردیم. با اینا که درست نمیشه. این که چگونه باید این ناترازی رو حل کرد به این سادگی هم نی. کام که حالا کی کارشناس بیاد، کی برنامه بریزه، یه سال دولت تموم میشه، کی قرار مثلا بازار مسکن ورود پیدا کنیم آرامش برگرده، کی قرار گرونی تموم بشه، تورم کنترل بشه، یعنی همه اینها باز هم همچنان ابهام برای مردم الان میمونه. نه ببینید، ما وعده داده بودیم تو قانون 1 میلیون مسکن بسازیم، چرا نشد؟ چرا مردم صادقانه حرفمون رو نمیزنیم؟ چطور که یه عمر داریم میگیم و نشده، چرا اینجا رسیده؟ این گرونیایی که با شروع به کار دولت 14 اتفاق افتاد از قبل برنامه‌ریزی شده بود. اصلا پوله نیست. گرونی لبنیات و 30% گرون شدن خودروهای داخلی و دوباره مجوز برای گرونی نان و همه اینها یهو اتفاق افتاد. چقدر باید پول میدادن؟ 15 میلیارد. 5 میلیارد هم قبلا بود. چقدر ما تونستیم درآمد کسب کنیم؟ تازه تا آخر سال 12 میلیارد. یکی بیاد بگه این 12 میلیارد نیست، شما دروغ میگید، مثلا 20 میلیارد شما برداشتید جای دیگه هزینه کردید، ولی اینم مسکنه. سال دیگه درآمد ما با این وضعیت، تازه اگه اتفاقی نیفته، ترامپ اومده اگه کاری نکنه، 12 میلیارده. اما ما میتونیم مشکل حل کنیم. اینی که ما میگیم با ناترازی مواجهیم، با ناترازی مواجهیم، ما داریم تلاش میکنیم این ما اگر ناترازی ها رو مدیریت بکنیم خواهیم توانست این مشکلات غلبه کنیم. الان برای پول پرستاری رو پول بازنشستا پاداششون رو نتونستیم بدیم، داریم تلاش میکنیم پول پیدا کنیم. تونستیم چیزی که دو قانون مسبب کردن 20 چند میلیارد تومان بوده، 20 چند هزار میلیارد، نیازی که اینا دارن بالای 70 هزار میلیارده. خود جبران باید از یه جای داده بشه دیگه. بعد از اینکه توافق آتش بس در لبنان اعلام شد، به نظر میرسه که شیطنت ها به سمت دیگری از منطقه آمد و در سوریه حالا ما گروهک های تروریستی رو داریم. خیلی سریع، آیا ایران حضور نظامی مستقیمی در سوریه خواهد داشت؟ ببینید، اون چی که الان از اوضاع شما تعریف کردید، اونایی که بیرون نشسته بودن و توطئه میکردن، علت این که اصلا من اومدم خودم رو کاندید کردم، در نگاه اولم میگفتم که من اومدم تلاش کنم مردم بیان پای صندوقای رأی. تصور خارج نشینا اینا این بود که به نظر من، حالا ممکنه این تحلیل رو دیگران نپسندن، ایران خودش دیگه داره از بین میره دیگه، مردم نمیان، نارضایتی وجود داره و مشکلات به وجود میاد و از این ورم یه سری کارهایی که خودمون کردیم مردم رو ناراضی کردیم. من امروز با امیر قطر صحبت کردم، با نخست وزیر عراق صحبت کردم، با خود بشار اسد صحبت کردم، با رئیس جمهور محترم روسیه صحبت کردم. همه بحث این بود که نباید اجازه بدیم تروریست ها و توطئه‌گرها بتونن در منطقه دوباره جنگ و خونریزی را بندازن. ما با مسلمان ها با کشورها برادریم، تمامیت ارضی همه کشورها محترمه و باید اجازه ندیم تمامیت ارضی هیچ کشوری به هیچ بهانه‌ای به هم بریزه. در نتیجه هر کاری از دستمون بر بیاد، هر کمکی برای ایجاد امنیت و آرامش و مقابله با تروریست ها شکل بگیره انجام خواهیم داد. حضور نظامی در سوریه خواهیم داد. اون سران چهار تا کشوری که در رابطه با اون آستانه با هم بودن، روسیه و ایران و ترکیه و اسلام، سه کشور با هم بودن، اونجا قرار دوباره بشنن گفتگو و سوریه گفتگو کنن و اون تعهداتی که بود، کاری که اینا انجام دادن خلاف مسببه حتی شورای امنیت، برای اینکه اونا تروریستن و در شورای امنیت اونا رو تروریست شناختن و الان یکی از کارهای اینه که به شورای امنیت شکایت بکنن از نظر دیپلماسی و کسانی که به اینا کمک میکنند رو محکوم بکنن و جلسه قراره سریعا در عرض این هفته این چند تا کشور با هم بشینن
و نحوه این که چگونه باید تعامل بکنم و جلوی این تروریسم در چه سطحی برگزار خواهد شد؟ وزرای خارجه به اصطلاح همین چند کشوری که هست. بعدم ما دیداری با رئیس جمهور در آینده نزدیک با رئیس جمهور روسیه خواهیم داشت. این کاری که اسرائیل اومد کرد در با کشتن در حقیقت اصطلاح اسماعیل هنیه، نه بعد از اسماعیل هنیه که ما در لبنان اون چیزها رو رو انداختن، پیجرها رو اومدن اون کار رو کردن، بعد ترور سید حسن نصرالله دبیر کل این ترورهایی که در اونجا انجام گرفت دیگه مسئله رو به هم ریختن، یعنی اون روند بین ما و بین اونها با مشکل مواجه شد و طبیعتا چون ما مجبور شدیم یه عکس العمل نشون بدیم، خب اون اختلافات دامن زده شد. الان مجدداً باز یه گفتگویی داشتیم، وزرای خارجه، نمایندگان وزرای خارجه تو اروپا گفتگوهایی داشتن با هم دیگه، قرار شد دوباره یه گفتگوهایی داشته باشیم. البته اینا اون روی سکه خودشون رو نشون دادن، دارن تحریم‌هایشون رو رو ما افزایش میدن، هواپیمای ما رو تحریم کردن، کشتی‌های ما رو تحریم کردن به تبعیت از کاری که آمریکا انجام داد. ولی با تمام این اوضاع ما به دنبال اینیم که به اینا ثابت کنیم که ما به دنبال جنگ و ناآرامی نیستیم. ما باید هوشیار باشیم، با همدیگه نجنگیم. ما باید با همدیگه اون پیمان و دوستی و برادری رو داشته باشیم. خیلی ممنون. امروز یکی از روزنامه های چاپ صبح کشور تیتر یکش رو خیلی درشت نوشته بود: جناب رئیس جمهور، الوعده وفا. یکی از وعده های شما در انتخابات رفع فیلترینگ بود. خدمت مقام معظم رهبری هم که بودیم، ایشون هم معتقد بودن که هیچ وقت نگفتن فیلتر کنید، گفتن حاکمیت کنید، یعنی امنیت سیستم رو داشته باشید. ولی خب اومدن همه چیز رو فیلتر کردن و نارضایتی بزرگی ایجاد شده. یک شبه فیلتر شده ولی بله. رفعش قرار چند ماه. برای اینکه مقام معظم رهبری هم در جلسه‌ای که خدمتش بودم می‌فرمودن که بالاخره این بحث فضای مجازی رو یه جوری حل کنید. حالا باید بشینیم ببینیم به چه شکلی، منتظریم این گروه هم کار بکنن، در سران هم با هم هماهنگ میکنیم. من فکر میکنم لازمه شما که به ساعت نگاه میکنید یه زمان مفصلی بذارید ما بگیم. من دارم فکر میکنم وقت تمام میشه، سوالامون باز میمونه. آخه سوال میکنیم میخواییم برای اینکه ما یه حرفی که میزنیم همینجوری دیمی نزدیم. قانون اخیر حجاب چه زمانی ابلاغ و به چه نحوی اجرایی و سازماندهی خواهد؟ منی که قرار اجرا کنم برام خیلی سوالها و ابهاما وجود داره که به این سادگی امکان نداره. یعنی ما میخواییم یه چیزی رو درست بکنیم، ممکنه با این مداخله کلی چیزهای دیگر رو خراب کنیم. حالا قرار گفتگو کنیم و ببینیم روند قضیه رو به چه شکلی میتونیم تعامل کنیم که هم اون اصول و ارزش اعتقادی خودمون رو داشته باشیم، هم کاری نکنیم که اون وفاق و همدلی جامعه رو به هم بزنیم و بعد یه عده‌ای رو شروع کنند بر اساس همین کاری که داریم میکنیم با مشکل مواجه کنیم. داریم روش کار میکنیم، یعنی خیلی مسائل وجود داره که پیچی از نظر من که باید اجرا کنم جای سواله. اصولا از نظر علمی میگن اگه کاری رو میخوای خراب کنی خوب بهش حمله نکن، بعد ازش دفاع کن. اگه قرار باشه کاری رو که میخوام انجام بدم نتونم خوب اجرا کنم و بعد دفاع کنم که میکنه خیلی بدتر بشه. باید حداقل اون کسانی که میخوان این کارو بکنن اون مهارت، اون توانمندی، اون باور و اعتقاد رو داشته باشن که بتونن یه کاری رو بکنن. یه چنین بستری رو من در سیستم اداری خودمون آماده نمیبینم و یه چنین رفتاری رو یه مقدار مسئله دار میبینم. حالا باید بشینیم گفتگو کنیم ببینیم به چه شکلی قراره این اتفاق بیفته. چون بحث حالا موضوع گشت ارشاد تو این قانونی که هست مطرح نیست مثل سابق و اینکه تمرکز روی موضوعات فرهنگی و اقتصادی ظاهرا هستش. حالا با توجه به نکاتی که فرمودید ممکنه که مثلا دولت لایحه اسلامی چیزی رو راننده اسنپم. من راننده اسنپم. یه خانومی میاد منو صدا و سوار میشه. حجابشون اونی نیست که میخوان. هم منو جریمه خواهند کرد هم اونو. یعنی من از زندگی سام من چه ربطی دارم؟ من مثلا یه غذاخوری دارم. یکی میاد میگه نه اون اومد تو راه نده. جریمه بکنن. آیا اینو جامعه خواهد پذیرفت؟ این اتفاق خواهد افتاد؟ با این روش امکان پذیره؟ یعنی یه چیزی نیست به این ساده. یعنی ما باید فکر کنیم، کاری نکنیم که اونایی هم که اصلا ربطی به این نداره اونا رو هم ناراضی کنیم. حالا این که اینو ناراضی میکنیم،
روش حل مسئله همونی که گفتم از اون مدرسه شروع میشه. ما اینا دستمون بوده، نتونستیم آموزش بدیم، حالا اومده اینجا رسیده، میخواییم با این حرفا اصلاح کنیم، میشه؟ ما با هم باشیم هیچ مشکلی نمیتونه جلو راه ما قرار بگیره. دعوا کنیم، حتی ساده ترین مسائل رو ممکنه با مشکل مواجه کنیم. خدا کمک بکنه که ما شرمنده مردم از کشورمون نشیم. با چالش های بزرگی مواجهیم، دشمنان دلشون میخواد ما شکست بخوریم.